میخوام ببینیم چاقو رنجر چقدر تیزه. این مدل برعکس کاغذ بریدنه. این چاقو شوخی نداره، یه چاقوی برای تمام عمر. خب بریم امروز سراغ یه مرغ شاندیزی. اینم ادورتایزشون. بریم سراغ یه مرغ شاندیزی. دمتون گرم که برنامه ما هستید. میخوام بهتون یه مرغ یاد بدم که اصلا اعتیاد آوره، بزنید و حالشو ببرید. بریم سراغ مواد اولیه. چیز زیادی نداره، زیاد پیچیده نیستش، اما خیلی خوشمزه است. 4 تا دونه پیاز داریم، یعنی برای هر یه تیکه، اینم بهش مریلند میگن اینجا، برای هر یه تیکه مرغی که دارید فقط هم رون انتخاب کنید، رونا سایز درشت، یه دونه پیاز براش بزنید. خیلی پر پیازه میدونم، به خاطر همین که پر پیازه یه مقداری نمکشو ما بالا میبریم که شیرینی پیاز هم بگیره، یه مقدار هم بهش آب لیمو میزنیم، اون تعادل رو برقرار میکنیم. بس برای هر یه دونه مرغ یه دونه پیاز. برای 4 تا مرغ یه بوته سیر که من پوست میکنمش بعد میریزم داخلش، نصف فلفل دلمه ای، ولی فلفل دلمه ایتون سبز نباشه، حتما قرمز باشه. نیاز به یه دونه لیمو داریم، یه تیکه چوب دارچین، 4 تا دونه هل، هویج. هویج معجزه میکنه برای مرغ پختن و تعادل طعم رو میتونه توی غذا، میتونه اون تعادله رو ایجاد بکنه، یعنی مزه های شیرینی و ترشی رو میتونه کنترل بکنه. زیره داریم، زردچوبه داریم، فلفل سیاه سایده نشده، نمیخوام بسابم که رنگش رو خراب بکنه، و همینطور زعفرون هم رفیق همیشگی ما. حالا کاری که میکنم زیاد پیچیده نیستش، پیازامو میارم به این شکل. من پیازارم حتی بهتون میگم که به چه شکلی خورد بکنید. پیازو قسمت انتهاییشو در میارم که پیازا کاملا خلاص بشه و راحت بتونیم از هم دیگه جداش بکنیم. پیازارم به صورت طولی به این شکل، زیادم نازکش نمی کنیم، زیادم پهنش نمی کنیم، چون قراره که باهاش سس پیاز درست کنیم. ببینید وقتی که از این طرف میبرید راحت سپریت میشه، ببینید خیلی راحت از هم دیگه جدا شد. این از پیازا. پیازارم همه رو به این شکل، یه شکل و یه اندازه خوردشون میکنم. پیازا رو میذارم کنار، میریم سراغ فلفل دلمه ایمون. اینم فلفل دلمه. فلفل دلمه هامونم به این شکل به صورت نواره باریک درشون میارم، چون نمیخوام اینا هم آب بشن. اینم از فلفل دلمه هامون. حالا اولین کاری که میخوام بکنم، پیازا رو یه تفت بهشون میدم و بعد مرغ رو با پیازا تفت میدم که اسید این پیاز داخل مرغ بره و کاملا مریندش کنه. بریم پای گاز و باقی کار رو بهتون نشون بدم. پیازا رو ببینید، پیازا کاملا عسلی شد، نرم شد و از این همه پیاز هم وحشت نداشته باشید. این پیاز تبدیل به یه سس خوشمزه میشه که تو رستوران ها سرش دعواست. پیازا رو میدیم کنار و مرغمون رو به این شکل جاسازی میکنیم زیر پیازا و به مرغمون فرصت میدیم تا کمی خودش رو بگیره. حالا توی این فرصت میایم چیکار میکنیم؟ یه مقداری زردچوبه اضافه میکنیم. این از زردچوبمون و دیگه به مرغا فرصت میدیم که خودش رو بگیره و یه مقداری هم چون نمیخوام آب بندازه بهش فرصت میدم خودش رو بگیره. در رابطه با زیره، زیره هم برای 4 تا به اندازه نصف قاشق چایخوری بهش زیره اضافه میکنیم. اینم از زیره. اما نمک به هیچ عنوان بهش نمیزنیم، نمک مرحله آخر، و بعدم باقی چیزا رو میارم بهش اضافه میکنم و بهتون نشون میدم. الان فقط میخوام مرغام خودش رو بگیره و یه مقداری هم رنگش تغییر کنه. مرغمون نگاه کنید، هیچی بهش اضافه نکردم، نه بهش آب اضافه کردم نه چیزی، داخل سس پیازه. بعضی فقط قصه یا این مرغ رو شنیدن، اما اگه میخواید درستش رو درست بکنید همین روشه. هلو بهش اضافه میکنیم و هویج. هویجم 4 تا تیکه، زیاد نه، فقط برای اینکه طعمش رو بتونیم بالانس بکنیم. این از هویج. هویجم تو قسمت های مختلف میذارم. این آب زیادی نمیبره. در رابطه با سیر،
اینم سیر. سیر رو ببینید به این شکل همینجوری با پوست میندازم. اصلا نگران این مطلب نباشید که با پوست هست و نیست. پوستش هم خوردنی میشه، له میشه. خیلی از کشورهای خارجی هم گریکام این کارو میکنن، اکثرا با پوست اضافه میکنن. ما خودمون تو ایران هم خیلی جاها هستن که با پوست اضافه میکنن، نگرانش نباشید. این از این تیکه بعدی سیر رو اضافه میکنم، سعی میکنم اینم تو قسمت های مختلف قرار بدم. بعدم اینجوری یه تکونش میدید، همه اینا جا باز میکنه. حرارت هم متوسط رو به بالاه. حالا فلفل دلمه، اینم از فلفل دلمه تو قسمت های مختلفش اضافه میکنم، فلفل دلمه رو و زعفران. یه چایی هم این تو دم میکنیم بعد میزنیم. خب این از این. ولی نمک من بهش اضافه نکردم. نمکم میدونم میاد بعدا تو اینستاگرام برام کامنت میذارید که چرا نمک اضافه نکردی. اینم از فلفل سیاه، اینم از فلفل سیاه و اینم لیمو. حالا چرا لیمو رو میزنم؟ لیمو باعث میشه که این مرغ بیشتر قول بخوره و دیرتر بپزه، اون سوسی رو که میخوام به دست بیارم. اینم از لیمون بهش اضافه کردم. شعله رو کم کم میکنم و میذارم که حسابی دم بکشه. تا این مرحله رو من بهتون نشون دادم، من بهش هیچ چیز اضافه نکردم، آبم نداره تا به اینجا. اما برای اینکه مطمئن بشیم رونامون بزرگه و مخفوخت بشه، قلقش هم بهتون میگم باید تو ظرفایی درست بکنید که تهش صاف باشه. من به خاطر همین درست کردم. چرا؟ چون وقتی که یه آب کم میریزم تمام سطحشو بپوشونه. حالا آبو گذاشتم 100% جوش بیاد و از کناره ظرف شروع به ریختن آب میکنم. نگاه کنید به این شکل از کناره ها آبو اضافه میکنم و دیگه باعث میشه که سسمونم نسوزه. این از این. و چوب دارچینم میذارم همین وسط، به آرومی کار میکنم. ببینید یه دستی هم آشپزی هم فیلمبرداری، ماشاءالله به این هنر. خب اینم از این. در قابلمه رو میبندم، شعله کم کم دیگه بهش فرصت میدم تقریبا 1 ساعت و 40 دقیقه بمونه تا حسابی پخت. خب غذای ما هم آماده شد. اما یه چند تا مطلب خیلی مهم بهتون بگم. وسط پلو زعفرونی درست کردم، دورشم سبزی پلو داشتم تزیینش کردم. فرقی نمیکنه، با برنج ساده میتونید بخورید، با شیویت پلو، با سبزی پلو، برنج زعفرونی، هر چی که دوست داشتید، هر کاری که دوست داشتید. حالا انتهای ظرف این باید باشه، نگاه کنید این انتهای ظرفه. اما اگه 2 کیلو روغن روش وایسه کارتون خوب نیست و اینکه سستون هم خوب در نیاد اونم یعنی کارتون خراب شد. چند تا مطلب رو باید در موردش بدونید که این خیلی مهمه. دیدید الویه، سالاد الویه درست میکنید، یه مثال کوچیک براتون میزنم. وقتی سالاد الویه درست میکنید مرغو میذارید آب پز میشه، بعد ریش ریشش میکنید. بعضی مرغا طعمش تو الویه در میاد، بعضیا در نمیاد. حالا میخوام یه چیز بهتون بگم. زمانی که برای پختن مرغ شعله رو زیاد میکنید، مرغ شوک میبینه و لاستیکی شکل میشه. بهترین مرغ هم شما بگیرید استفاده کنید، اگه با شعله زیاد و حرارت خیلی بالا بپزید و در قابلمه رو ببندید، اون لاستیکی میشه. اما بهترین روش پخت مرغ که مارینید هم داخلش نفوذ بکنه اینه که آرام پز بکنید. و تو آرام پز چه اتفاقی میفته؟ مارینیدمون به بافته مرغمون نفوذ میکنه، خوش طعم‌تر میشه و از لاستیکی شدنش جلوگیری میکنه. دیدید قدیما آرام پزا بودن، خیلی غذا توش درست میکردن، خورش چقدر خوشمزه میشد. خب به صرف این بودش که زمان طولانی برده بود که تا اون غذا پخته بشه. سعی کنید اگه مرغ میپزید با حوصله بپزید. فکر میکنم برای من 2 ساعت طول کشید بش و تو این 2 ساعت کارامو انجام دادم، رهاش کردم، زیاد انگولکش نکردم و گذاشتم که حسابی بپزه. یه مقداری هم این اصلا نباید آبدار باشه، اما یه مقداری هم از آبش ورداشتم کنار گذاشتم اون اوایل که آب داشت. اگه یه وقت برنجم خشک بود میتونم اینم بهش اضافه کنم و سروش کنم. در مورد طعمش بهتون بگم، طعمش ترش و شیرینه و
یه مقدارم فلفل داخلش داره، یه طعم خیلی خوش طعمیه و ادویه هم دست به دست هم دادن، بوم یه غذا خوب درست کردن. حالا تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که فیلم ما رو به اشتراک بذارید، ما رو به دوستاتون پیشنهاد بکنید، بعدم اگه میخواید کانال آشپز باشی رو حمایت کنید، لینک اینستاگرام رنجر رو همین پایین میذارم، بهش مسیج بدید. و این چاقو ستم زیاد ندارم، مقدار خیلی زیادی به کانادا و امریکا فروختم و شاید هم بعدها دیگه ست نیارم، به صرف اینکه خب قیمتاش یه مقداری بالا در میاد، شاید سینگل نایف بیارم. اگه میخواید این ستای یادگاری رو از ما داشته باشید، همین امروز سعی بکنید که خرید بکنید تا تموم نشده و من شرمندتون نشدم. دوستتون دارم، از خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم، هر جای دنیا که هستید شاد و خرم باشید.